بسیار خوب خانم ها درود بر شما به عنوان خبرنگار مستقل در خدمتون هستم و این خبرها و موضوعات ارتباطی با رسانه که بنده براش کار میکنم نداره دوشنبه 13 می 23 اردی بهشت ماه هست که اینکه قبلا خدمتون عرض کردم در مواقع ضروری اگر مطالبی باشه که بنده باید خدمتون برسم وقت شما رو میگیرم و اگر نه معمولا من هر شب یا اینکه هفته چند بار نمیام خدمتون و مزاحم نمیشم سعی می کوتاه صحبت کنم دوستان گرامی دانشجویان دانشگاه تهران امروز جرقه رو زدند همتون شاهد هستید ابتدا در اعتراض به برخورد های حراست بود ولی بعد از اینکه گروه های بسیجی و لباس شخصی های وابسته اومدن و خواستند که مردم رو سرکوب بکنند خب دانشجویان مقاومت کردند شعارهای بسیار هوشمندانه سر دادند و اجازه ندادند که تجمع اونها رو بدون هیچ گونه دلیلی متفرق بکنن نکته بسیار اساسی که امروز اتفاق افتاد این بود که جمهوری اسلامی از طریق سایبریهاش رو سعی کردند که مردم رو و دانشجویان رو حتی بکشونند به خارج دانشگاه در محوطه خیابان انقلاب خوشبختانه ما از درون خودشون خبر داشتیم که اینها یک آرایش کاملا امنیتی اونجا از قبل ایجاد کرده بودند برای اینکه بتونن افرادی رو که میرن اونجا دستگیر بکنن. ما هم گفتیم که این تلاش سایبری هست سعی بکنید که در داخل خود دانشگاه بمونید در شرایط حساس پیشرو ما وارد مرحله ای میشیم که برای بسیاری از دوستان شاید تشخیص داده نشه و مخصوصا افراد احساساتی فریب بخورن وارد تله بشن که مثلا افرادی ناشناس که تا همین اکانت هایی که تا دیروز برای جمهوری اسلامی در کارهای سایبری به قول معروف فعال بودن حالا امروز شدن برانداز و دارن به مردم میگن که کجا برن به همین دلیل دوستان گرامی بسیار باید معاذب باشیم و بسیار باید دقت بکنیم که از چه طرف هایی خط داده میشه این خیلی مهم هست برای اینکه خیلی ها میخوان که اتفاقی بیفته که اونها براش برنامه ریزی کردند و ما باید جلوگیری بکنیم خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و چیزی که اونها میخواستند نشد اما ما چه کار بکنیم؟ حالا جرقه زده شده دانشگاه تهران شروع کرده در این مرحله باید چه کار بکنیم؟ راه حل چیه؟ اول اینکه ما باید بدونیم که امروز دانشجو جرقه زدن نباید منتظر باشیم دانشجو به نتیجه برسه فرداد کارگرا و این بخش بخش بودن اعتراضات همیشه به دشمن کمک کرده که اونها بتونن برنامه ریزی بکنن و سر بزنگاه برن برنامه ای رو که دارن به مورد اجرا در بیارن و اون امنیتی رو که به قول خودشون میخوان برقرار بکنن پس سوال این هست که چه کار باید بکنیم در این شرایط اول اینکه دانشجویان خودشون تصمیم گرفتند که به اعتراض ادامه بدن در درون محوطه دانشگاه نه به لحاظ قانونی نه اینها به سادگی نمیتونن که نیرو وارد بکنن به همین دلیل صحن دانشگاه تهران نه فقط دانشگاه تهران بلکه دانشگاه های سراسر کشور لازم هست در حمایت از دانشگاه تهران وارد عمل بشن یعنی ما از مرحله گذشتیم که اگر در نقطه شروع شد همه نگاه کنیم منتظر بشیم ببینیم تا این نقطه به نتیجه برسه به نتیجه نخواهد رسید اگر همه ما شرکت نکنیم به همین دلیل دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در اعتراضات مدنی درون دانشگاه همه فعالانه میخوان که شرکت کنند و افرادی که هنوز مردد هستند اونها میتونند با دوستانشون با افراد قابل اعتماد خودشون صحبت کنن و به نحوی وصل بشن به این اعتراضات دانشجویی اگر امروز تهران بود فردا قرار هست در بقیه دانشگاه ها باشه سوال اینه پس مردم پیوند مردم با دانشجویان چگونه امکان پذیر هست در این مرحله در این مرحله که مرحله پیش از اتصابات هست در این مرحله دوستان عزیز بهترین راه و امکان پذیرترین و کم هزینه ترین راه این هست که حتی امکان مردم به درب دانشگاه نزدیک بشن اگر امکان نزدیک شدن به درب دانشگاه نبود وظیفه بسیار اساسی کسانی که ماشین دارند این هست که اطراف ورودی های دانشگاه ترافیک ایجاد کنید این خیلی مهم هست ایجاد ترافیک باعث میشه که اونها نتونند نقل و انتقال نیرو بکنن نتونن به راحتی از نقطه به نقطه دیگه برن نتونن اگر کسی رو دستگیر کردن با خودشون ببرن این مهم هست به همین دلیل در ورودی های دانشگاه میشه به راحتی ایجاد راهبندان کرد ترافیک ایجاد کرد و بدین گونه در مبارزه شرکت کرد نکته اساسی دیگه خیلی از ما میپرسن که خب فراخان داده شده برای اعتراض شده شما نیستید در دفعات قبلی خدمت تون عرض کردم اولا بنده مخلص شما که میام صحبت میکنم صحبت خودم نیست تیمی داریم صحبت میکنیم مشورت میکنیم با شهرهای مختلف افراد مختلف کارشناسان مختلف میام خدمتون اینجا مسائل رو ارائه میدم ما باید خود مدیریتی میدانی رو تقویت کنیم مدیریت های میدانی این خیلی اساسی و مهم هست مخصوصا دانشجویان میتونن از مدیران اصلی حرکت های اعتراضی باشن در همه کشورهای جهان دانشجویان پیشگام هستند در خط مقدم هستند فریب نمیخورند به راحتی منافع و مصالحی ندارند به غیر از آزادی و خواستاشون و دغدغه‌ای ندارند همانند برخی دیگر از قشرهای مردم که نگران باشند محافظه کار باشند و هیچ حرکتی انجام ندند دانشجویان بهترین مدیری، مدیران میدانی میتونن باشن و در این زمینه ما میتونیم در حرکت های اعتراضی به دانشجویان اعتماد بکنیم دانشگاه ها میخوان به اعتراض ادامه بدن همه دانشگاه ها لازم هست که حمایت بکنن و مردم هم از این طریق ولی در این بین فراخوان های دیگری داده شده مثلا برای سه روز دیگه 26 شمه ماه خیلی از ما سوال میکنن که موزه شما چی هست ما چه در گذشته چه در حال چه در آینده از همه فراخوان های مردمی حمایت می کنیم ولی معتقد هستیم که این فراخوان ها باید با برنامه باشه تظاهرات فقط به خاطر تظاهرات نیست دقیقا یک نقشه است که پله اول این پله دوم این نقطه پله سوم تا به مقصد میرسه این بسیار اساسی هست برای ما که بدونیم مسیر و نقشه و هدف و مقصد اصلی کجاست برای اینکه از تجارب گذشته باید استفاده کنیم بسیاری مواقع مردم خشمی شدن اومدن بیرون خود تعدادی دستگیر شدن تعدادی رفتن خونه هاشون خیلی هم نکردن این یک جو بیاعتمادی رو در جامعه ایجاد کرده ما باید این جو بیاعتمادی رو کنار بزنیم نقطه اول نقطه دوم این هست که تمامی حرکت های اعتراضی باید مسیر باید برنامه و باید گام به گام به جلو باشه بسیاری از دوستانی که شاید احساساتی برخورد میکنن فکر میکنن در قدم اول باید هر حرکتی صورت بگیره باید تجدید نظر بکنن باید پیروی بکنن از برنامه هایی که داده میشه به هر گروهی که اعتماد دارید نمیگم به بنده مخلص شما فقط اعتماد کنید ما تیمی هستیم با همه گروه ها در تماس هستیم و سعی میکنیم که تسهیل کننده و به نوعی کمک بکنیم به این روند رو به گسترش حرکت مردمی برای سقوط سقوط جمهوری اسلامی پس خیلی مهم هست این نکته اساسی هست در چنین مواقعی باید از روی برنامه ما جلو بریم خیلی احساساتی میشن میگن آقا شما چرا در این مرحله اینو نگفتی اینو نگفت هر مسئله به موقع خودش و کاملا باید از روی برنامه بریم برنامه فعلی این هست که دانشجویان خودشون درخواست کردن به اعتراض ادامه میدن در دانشگاه تهران و ما هم حمایت میکنیم بقیه دانشگاه ها در سراسر کشور نباید سکوت بکنن در سراسر کشور تمامی مناطق دانشجویان میتونن در صحن دانشگاه ها اعتراض بکنن در روز در شبا هم در کوی دانشگاه ها قانونا نمیتونن وارد بشن جمهوری اسلامی اگر هم وارد بشه ما میتونیم در سطح جهانی این مسئله رو چنان برجسته بکنیم که باعث فشار بین المللی بیشتر بر نظام بشه پس این خیلی مهم هست و در مرحله کنونی حمایت مردمی میتونه حرکت به سمت ورودی های دانشگاه ها مخصوصا ایجاد راه بندان در اطراف دانشگاه باشه که اینها نتونن نیرو ببرن بفرستن چون نمیتونن نیرو به طور رسمی بفرستن از لباس شخصی استفاده میکنن جرقه که زده شده یکی از جرقه هایی هست که ما شاهدش هستیم شک نکنید که به زودی افسایش پیدا میکنه برای اینکه جمهوری اسلامی برخلاف گفته های خودش دوستان نمیتونه هیچ از وعده رو عملی بکنه وضعیت کشور داره بد میشه بدتر میشه اینها دیگه نمیتونه نفت صادر کنن درخواست کردن از اتحادیه اروپا که به برجام پایبند میمونن اگر نفت به فروش برسه بلا فاصله وزیر خارجه آمریکا رفت اونجا و گفت خیر همچین مسئله نیست هیچ کشور اروپایی حق نداره از ایران نفت بخره اگر بخره باید قید آمریکا رو بزنیم یعنی نمیتونن هیچ نفتی رو صادر بکنن نمیتونن هیچ درآمدی داشته باشن و به زودی با توجه به اینکه که زخایر ارزیشون هم در مسئله مبارزه دلار که ما از طریق ادمین های داخلی خوشبختانه این مبارزه رو به نحو احسن انجام دادیم و باعث شدیم که حدود 25 میلیارد دلاری که در دست مردم هست از چنگشون بیرون نیاد و اینها به مردم زیان نرسونن ذخیره ارزیشون هم رو به پایان هست و داره ته میکشه به زودی اینها دیگه حقوقی برای کارمندان دولتی نخواهند داشت این نکته اساسی و مهمی هست پس به هر دری میزنند که این وضعیت به پایان برسه ما باید چیکار کنیم اولا در مورد فراخانی که داده شده عرض کردم باید برنامه داشته باشه اینکه ما به مردم بگید آقا بیاید بروی کجا بیان این مهم هست و ضعف دیگری هم هست که اگر مردم بیرون بیان خب اونها هم از قبل میرن در اون مناطق مستقر میشن میادین اصلی بسیار مهم هست میادینی که راه در رو داره و مردم میتونن به راحتی تجمع بکنن ولی تجمع در هر جایی در هر نقطه‌ای که شروع بشه مثلا میدان انقلاب یا بهارستان نزدیک مجلس یا مناطقی که معمولا فضای باز بیشتری داره فقط تجمع مردمی نیست که اونجا هستند اگر هر فردی به هر دلیلی نتونست در تجمع شرکت بکنه یک وظیفه است وظیفه ملی وظیفه میهنیه که با خودرو با ماشین اونجا حضور داشته باشه هیچ اتفاقی نمیفته راهبندان و ترافیک سنگین وقتی در هر جایی ایجاد بشه اینها نمیتونن نیرو بیارن نیرو ببرن و فلج میشن مسئله که خدمتون ارز میکنم کاملا روش کار شده و از خود دستورات هوشیاریشون در آوردیم که نقطه ضعفشون چی هست نقطه ضعف بعدیشون این هست اینها تعدادی رو پرورش دادن برای مدیریت میدانی که ما بگیم مدیریت میدانی اونها بیان مدیریت کنن معمولا اینها شکل لباسشون پیرهنشون مشخص است مثل همان مثل هم لباس میپوشن یا معمولا دستمند میزدن در گذشته در حال حاضر شاید بترسن به نوعی شباهت دارن برای اینکه توسط افراد خودی خودشون اینا دستگیر نشن هدف اینها چی هست پراکنده کردن جمعیت یه تعدادی رو میفرستن که می اومدن زدن کشتن فلان برای اینکه فرار کنن بعد که فرار نکردن مسیر رو عوض میکنن از این مسیر بریم مسیری که میدونن تل است راهکار چیه برنامه از قبل باید تعیین بشه رهبران میدانی از قبل میتونن برنامه بگذارن که مثلا در این مسیر میمونیم اگر این اتفاق افتاد پلن A این هست پلن B این هست و همون برنامه اجرا میشه و بقیه مردم هم که به نحوی نتونستن شرکت بکنند باید از طریق راهبندان و ترافیک میدان رو بگیرن زمان تفاوتی به سر رسیده من منتظرم که تعداد بیشتری از دوستان بیان اگر میتونید شیر کنید تا بگم در وضعیت جنگی هستیم و به کجا داریم میریم لطفا در اینستاگرام و در همچنین در یوتیوب که دوستان هستن سابسکرایب کنید و بفرستید برای دوستانتون که بیشتر بشه تا ما بقیه موضوعات رو مورد بحث قرار بدیم زمان خیلی حساس هست و ما در شرایطی نیستیم که بی تفاوت باشیم و گر باشیم کسانی که انتظار دارند از بقیه به نوعی میگن که خب منتظر بشیم بذار تهران بیاد تهران بگه منتظر بشیم بذار کردستان بیاد کردستان منتظر بشیم بذار آذربایجان بیاد اگر چنین سوالی به مغز شما رسید این حرف بنده مخلص خودتون رو به خاطر بیارید که از خودتون بپرسید شما برای آزادی چی کار کردید و میخواید چی کار بکنید آیا حاضرید بها بدید باید بها بدیم و راهی نداریم به جز اینکه بهای آزادی رو بپردازیم در این بین پتانسیل بسیار پرقدرتی که باید به حرکت در بیاد جوانان دبیرستانی و هنرستانی پیش دانشگاهی هستند لطفا اگر دوستانی دارید در بین دبیرستان ها در هنرستان ها گوش بکنید بهشون که باید وارد میدان بشن لزومی نداره بیان در مرکز شهر هر دبیرستانی هر هنرستانی هر پیش دانشگاهی که در هنرستان یا دبیرستان هست شما میتونید در همونجا اعتراض بکنید و فریادهای حق طلبانه خودتون رو به گوش همه برسونید سرکوب دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی کار ساده ای نیست شما آینده سازان این کشور هستید پدران شما اشتباهی رو مرتکب شدن که در حال حاضر نمیتونن ازش خارج بشن و شما باید کمک بکنید که این اشتباه جبران بشه شما باید کمک بکنید که این تاریخ این سیاهی سرنوشت شما رو هم خراب نکنه و آینده سازانی که باید خودتون هم وارد میدان بشید از همکنون و در این جنگ اراده همتون شرکت بکنید راهی نیست به غیر از اینکه همه شرکت بکنن دیگه موقع این نیست که فرزند من فرق داره با این یکی این با اون یکی چرا ما تاکید میکنیم که باید این اتفاق بیفته چرا بنده مخلص شما تاکید میکنم که فرصت کمه چرا تأکید میکنم که اگر نجنبیم فرصت از دست میره و مسیر تغییر خواهد کرد به سمت و سویی که نه من نه شما نه هیچ کسی در اون در تعیینش دخیل نخواهد بود و زیانهای بسیار ای به همه ما وارد میشه چرا؟ دوستان عزیز همتون میدونید که آرایش جنگی در اطراف ایران داره شروع میشه مسئله برای ترسوندن جمهوری اسلامی و اینا نیست همه بدونن مسئله خیلی واقعی و جدیه مسئله تحت هیچ عنوان برای ترسوندن کسی نیست همه باید بدونن که شرایط اینقدر جدی هست که ما به سمت وضعیت ناخواسته داریم پیش میریم خیلی سوال میکنن خب جنگ بشه شما توان نداریم بذار جنگ بشه. خیلی ها که خب جنگ بهتره در فضای مجازی خیلی ها این رو تبلیغ میکنن. خیلی ها دوست دارن واقع. واقعا. دوست دارن اتفاقی بیفته. فکر میکنن خسته شدن مردم. فلان این ولی اگر جنگ بشه چه اتفاقی خواهد افتاد اول بگیم که کجاها رو خواهند زد. مثلا اگر جنگ بشه. آیا جنگی خواهد شد. به همه این ها میپردزی. خیلی کوتاه بگم سه ماه قبل از شروع جنگ ایران و عراق ستاد ارتش اون موقع گزارش هایی رو مفصل افرادی که دوستانی که در خارج کشور هستند در حال حاضر با ما هستند گزارش های مفصلی رو اون موقع انق... در انقلابی بودند به شورای انقلاب دادن به حزب جمهوری دادن که خب عراق آرایش نظامی داره عراق میخواد حمله بکنه ما رصد کردیم عراقی ها میخوان حمله بکنن افرادی از انقلابیون اون دوره که ارتش رو قلع قم کرده بودن از جمله همین سید علی ای با رفسنجانی اینها اومدن گفتن آقا دروغ میگن اینها ارتش میخواد چون ما ارتش رو پاکسازی کردیم میخوان دوباره نیرو بگیرن فرصت پیدا بکنن ما بهشون زمان بدیم فرصت بدیم امکانات بدیم بعد کودتا بکنن و انقلاب رو از بین ببرن گوش دادن تا صدام حمله کرد در حال حاضر امروز ما اسنادی رو دیدیم که بار دیگه ارتش به بیت رهبر نظام به ستاد ارتش گزارش دادند که مسئله و شرایط جنگی هست آمریکا نمیخواد بترسونه اومده جلو و وضعیت به نحوی هست که ما باید جلوگیری بکنیم چون هیچ گونه توان مقاومتی وجود نداره شما با تانک تی 72 نمیتونید در مقابل اف 35 مقابله بکنید دیگه مسئله شجاعت و این نیست که اومدن دوباره گفتن خیر اینها به شدت برخورد کردن به ارتشیان و گفتن شما افرادی هستید که میخواید مسامحه بشه میخواید سازش بشه با امریکا به اینها هیچ گوش ندادند اومدن دقیقا برخلاف آن چیزی که منافع ملی هست کام برداشت ولی هدف نظام چی هست از امروز دوستان عزیز همتون دیدید بعد از توطئه انفجار در نفتکش ها که توسط شخص قاسم سلیمانی تر شده و تماما رصد شده که اگر زیاد در موردش صحبت نمی کنن و ما اینجا خواستیم که خب چرا نمی نمیخوان نمی خوان قیمت نفت رو متحول بشه و نمی خوان شک وارد بشه ولی به این مفهوم نیست که دست روی دست بگذارن که اینها به میل خودشون منطقه رو به آشوب بکشن آمریکا میخواد حمله پیشگیرانه رو انجام بده چرا به این دلیل که میدونن جمهوری اسلامی راه آشوب و به هم زدن منطقه از طریق گروه های نیابتی رو پیش گرفته گروهی که اسمش رو گروه مقاومت گذاشتند و در انفجار نفت که شرکت داشتن کاملا همشون وابسته به جمهوری اسلامی آموزش دیده در درون جمهوری اسلامی بودن اسناد رو دادن به امریکایی ها امریکایی با اروپایی دارن این رو نشون میدن که بگن اگر فردا اتفاق افتادش افتاد مسئولش ما نیستیم از این طرف جمهوری اسلامی اومده خب چیکار کرده گروه های دیگری رو آماده کرده برای عملیات بومگذاری در دیگر اهداف دیگری که خب به لحاظ امنیتی شاید درست نباشه که حالا بگیم ولی منافع امریکا یعنی دوستان امریکا چون تحت هیچ عنوان اینها نه جرأت نه قدرت نه جسارت رویارویی مستقیم رو ندارند کاملا نیابتی میخوان عمل بکنن در دوره پرزیدنت بوش با از طریق گروه های نیابتی هزاران سرباز امریکایی رو کشتن و میخوان همین سیاست رو ادامه بدن با این تفاوت که در حال حاضر این روش شناخته شده است این روش دست اینها روح است و کاملا مشخص هست که میخوان چه کار بکنن به همین دلیل ما در شرایطی هستیم که شاید داریم حرکت میکنیم به نقطه بدون بازگشت تحلیل جمهوری اسلامی این هست که خب آمریکا نمیخواد جمهوری اسلامی تغییر بکنه اینها میان بمباران میکنن یه تعدادی کشته میشن خیلی خوب ما بعد تثبیت میکنیم نظام رو قلققم میکنیم مردم مخالفین رو به اتهام بودن با امریکا ولی هدف چی هست اول این رو بگم در این عملیات ضربتی و نقطه زن امریکا که اگر جمهوری اسلامی بر سر عقل نیاد اتفاق میفته کجاها رو میزنن از سپاه پاسداران مراکزش گرفته مراکز اتمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مراکز موشکی ساخت موشک و اطلاعاتی و همچنین بیت رهبری هم پیشنهاد شده به غیر از بیت رهبر جمهوری اسلامی در تمامی موارد دیگه افرادی حضور دارند که این رو طبق اطلاع کامل خدمتون ارز میکنم که اکثرا مخالف جمهوری اسلامی هستند اکثرا به نقطه رسیدند که اگر اتفاقی بیفته اینها در صف مردم خواهند بود به جایی رسیدند که اینها با نظام جمهوری اسلامی نخواهند بود خب مهندسین تکنیسیان هایی که فرزندان همین مردم هستند و ناراضی هم هستند از شرایط از این وضع ناراضی هستند اونها هم منتظر تغییرند اینها کشته میشند یک آخوند کشته نمیشه شخص خامنه ای براش جاهایی رو در نظر گرفتن کوچکترین اتفاقی بیفته میره زیر زمین قایم میشه بقیه آخوندهای حاکم وزیری که میگفت ما 14 میلیون دانش آموز داریم اینها حاضرند دیدید همتون پسر خودش آخونده یعنی سربازی هم نمیره یعنی آخوندها خودشون در فکر خودشون هستن فرزندانشون در خارج کشورن سرمایه گذاری های خودشون رو انجام دادن خودشون هم پناهگاه هایی براشون تعبیه شده که اگر اتفاقی افتاد برن اونجا کیا سپر بشن؟ مردم چرا؟ خب دوباره میتونن مشروعیت از دید خودشون دست بیارن اینها به این فکر نمیکنن که ترامپ خیلی بیشتر میاد جلو و خیلی عملگراتر برخورد خواهد کرد به اینجاش فکر نکردن ولی به این فکر کردن خب بزار کشته های زیادی ما بدیم ما داریم سقوط میکنیم بودجه کشور دیگه داره از بین رفته حقوقی نداریم به زودی تا چند ماه دیگه یه حقوقی نداریم بدیم راه عراق رو از ما بستن در سوریه وزمون اینه دیگه پول نداریم باید نفت مجانیمون رو بدیم به سوریه سوریه هم که فقط خرج و فقط مخارج و هزینه بوده برای نظام یمن رو دیگه دستمون بریده داره میشه در افغانستان طالبان رو به راه دادیم ولی طالبان نمیتونه کمکی بکنه به غیر از تریاک تریاک هم به زودی اتحادی اروپا قرار هست ترهی رو بگذارن برای جلوگیری از صادرات مواد مخدر که توسط سپاه پاسداران با برخی گروه های منطقی به اروپا میرسه راه تریاک و راه مواد مخدر این بیزنس هم بسته میشه پس بنابراین چی کار باید بکنن اینها اینها باید استقبال بکنن از یک جنگ منطقی از یک آشوب منطقی که این آشوب چون درصد بسیار بیش از 80 درصد انرژی جهان از تنگه هرمز رد میشه خب دخیل ببندن به اونجا بگن خب ما کاری بکنیم که اینها مجبور بشن ترامپ هم مجبور بشه به خاطر انتخابات از دید اونها نفت بالا نره مجبور بشه عقب نشینی بکنه به این فکر نکردند که خود امریکا منابع نفتی بسیار زیادی داره که دست نزده به این فکر نکردند که دارن ونزوئلا رو تغییر میدن که بزرگترین منابع نفتی جهان رو داره به این فکر نکردند که عربستان و بقیه کشورها و حتی خود روسیه وعده دادند که در صورت نیاز تولید نفت رو بالا ببرن به اینها فکر نکردند. دقیقا اشتباهاتی که در گذشته شده با این تفاوت که در اون دوره افراد گردن کلفت خیلی بیشتری در سطح نظام بودن مثل رفسنجانی و خیلی های دیگه که در حال حاضر نیستند خود آقای خامنه ای با گروه کوچک اطرافش افراد طراحی مثل قاسم سلیمانی افرادی که دارن کشور رو به پرتگاه سقوط میبرن به همین دلیل هست که بنده مخلص شما میگم که ما باید جلوگیری بکنیم از این شرایط از این آشی که برای مردم پختن ما باید حرکت های اعتراضی گسترده و سراسری رو هرچه سریتر سازمان بدیم این حرکت, این حرکت ها هدفمند هست دوستان گرامی ما توجیه نیاریم که اپوزیسیون نداریم بسیاری از اپوزیسیون های یا افرادی که خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکنن مشغول زندگی خودشون هستند در خارج از کشور براشون مهم نیست میگن یعنی خب عوض شد میریم یه کاری میشیم به این فکر میکنن درد و مرگ مردم رو درک نمیکنن بسیاری از افراد یا اپوزیسیون خارج از کشور چنین افرادی هستند بنابراین ما باید خودمون در فکر باشیم باید خودمون در میدان باشیم شاید خیلی به من سایبری های نظام به من میگن که شما خودتون نشستید میگید لنگش کن من در خط مقدم هستم برای سفر میام خارج کشور مسلح همه جا میرم و هر لحظم احتمال ترور رو تخمین زدم گروه هایی رو هم فرستادن که جلوگیری کردیم در جایی هم هستم که حکومت اونجا از من حمایت نمیکنه میگه ما میترسیم از جمهوری اسلامی پس من در خط مقدم هستم در 100 کیلومتری ایران که اگر کوچکترین اتفاقی بیفته شخصا هم وارد میشم پس بنابراین کسی این رو به رخ ما نکشه که خودت نشستی داری لنگش میکنی در صفحه و در خط مقدم خواهیم موند و همونجا هم ادامه میدیم بنابراین کسانی که حاضر نیستند در خارج از کشور بهای آزادی رو بپردازند قابل اعتماد نیستند رهبر رو نمیتونیم با زور بسازیم با خواهش هم نمیتونیم رهبر بسازیم رهبر باید خودش شرایط رهبری رو داشته باشه بنده مخلص شما معتقدم در بهبوهه تظاهرات وقتی که مردم همه جا پا شدند رهبران میدانی مهمی ظهور خواهند کرد شک نکنید در بین خود شما ما نمیخواهیم که بعد از سقوط این نظام دوباره تکرار اشتباه این سیکل اشتباه تکرار بشه و باری دیگه یک فرد بیاد مطلقا این فرد قانون اساسی بالاتر از همه چی بالا نه خیر مخصوصا کسانی که خارج از کشور بودند نگاه کنید به سیستم هایی که در اونها زندگی می کنید قدرت این سیستم ها در دموکراسی در رأی مردم هست که اگر فرد فاسد شد فردا شما تغییرش میدید ولی قانون فاسد نمیشه و همه التزام دارن به یک قانون یک قانون اساسی که شهروندان اون کشور همه در مقابل این قانون برابر هستند شهروند درجه دو نداریم مذهب حاکم نداریم همه مذاهب آزاد همه ادیان آزاد هستند برتری مذهبی و دینی هم وجود نخواهد داشت برتری نژادی و قومی و بر هیچ گونه برتری رنگی و عقیدتی و غیر وجود نخواهد داشت بنابراین این رو بهونه نکنیم که خب در خارج است که ما رهبر نداریم رهبران میدانی ظهور خواهند کرد و جمهوری اسلامی از این خیلی میترسه در این بین خوشبختانه افراد زیادی با ما تماس میگیرن از درون نظام و اعلام براعت و دوری جستن از نظام میکنن و میگن اگر اتفاقی بیفته خیلی ها سوال میکنن ما چی کار بکنیم از ارتش از فلان مردت هستند آیا کشور هدف قراری که خیر ایران با هیچ گونه تهدید خارجی مواجه نیست. جمهوری اسلامی با تهدید مواجهه. چه تهدید داخلی، چه خارجی. مردم ایران تهدید داخلیش هستند. اکثریت مردم ایران و با شرایطی هم که ایجاد کردن امریکا و متحدینش تهدید خارجی. افرادی که حالا میان پست میذارن، مخصوصا اصلاح طلبانی که قهقه قه می زدند کف می زدند برای قاسم سلیمانی دخالتهاش دخالتهای خونین در سوریه در عراق در یمن اینها کف میزدند و میگفتند سردار عارف به قاسم سلیمانی عکسش رو منتشر می کن. تشکر می کردند. برای اون دخالت ها در حال حاضر زرد کردند که اطراف ایران رو نیروهای آمریکایی گرفته شما هم سهیم هستید در این شرایط شما هم دخیل هستید در شرایطی که شرایط جنگی که ایجاد کردید ما نمیخوایم جنگ بشه ولی دوستان عزیز اگر تظاهرات نشه اگر مردم ایران سیاست رو اینجا در واشنگتن تغییر ندن برنامه اونها جلو میره و دست ما نیست زیر ساخت های کشور میلیاردها ضرر میکنه و از بین خواهد رفت ولی ما چگونه میتونیم از این آرایش نظامی در اطراف ایران به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم این حرکت مردم هست حرکت مردم و تغییری که ما باید خودمون ایجاد بکنیم در چنین صورتی اگر در سراسر کشور مردم به میادین بیان و جریقی که حالا زده شده دانشجویان ما و خود دانشجویان با درایت این رو به پیش ببرند سراسری بشه تمامی دانشگاه ها دبیرستان ها هنرستان ها جوانان همه وارد بشن ما میتونیم در صورت سرکوب میتونیم از واشنگتن بخوایم که بگیم اکثریت مردم ایران در کف خیابان هستند اکثریت مردم ایران دارن سرکوب میشن و شما باید وعده‌ای که دارید در پشت مردم ایران هستید و من میدونم که صادقانه این مسئله رو مطرح کرده ترامپ و تیمش میتونیم از نیرویی که در اطراف ایران هست برای مقابله برای بازدارندگی از سرکوب استفاده بکنیم در چنین صورتی خودمون میتونیم بگیم کجا مقابله بکنن چنین دخالتی که هوشمندانه باشه توسط خود مردم اگر لازم باشه که امیدواریم لازم نشه برای اینکه بخش های زیادی از نیروهای سرکوبگر در حال حاضر مخالف نظام هستند بخش های زیادی از نیروهای سرکوبگر در حال حاضر با مردم هستند ما هر روز از نقاط مشترک مرزی عراق از خلیج فارس از نقاطی که اینها فکر میکنن از اون مناطق ممکن هست که ضربه بخورن تماس داریم خونواده هاشون با ما تماس میگیرن که ما پدرمون اونجا کشته نشه چیکار کنیم فلانی بهترین و صحیح ترین راه این هست که همه گوش به زنگ باشن اتفاقی افتاد کسی خودش رو برای آخوندهایی که زیر زمین خودشون رو قائم میکنن برای اینکه اتفاقی براشون نیفته به کشتن ندن فرزندان هیچ کسی از مردم ایران اجازه ندید کشته بشن برای بقای جمهوری اسلامی پس بنابراین ما در این شرایط جنگی باید فرصت رو غنیمت بشمریم برای آزادی با کمترین هزینه نگاه کنید به هزینه که مصر پرداخت در مصر کمتر از یک هزار نفر برای تغییر یک حکومت کشته شد که این در مقایسه با آمار تصادفات در ایران چیزی نیست 25 هزار نفر کشته میشه بی سر و صدا بیش از 25 بار انقلاب مصر فقط در جاده ها کشته میشه. با کمترین بها حکومت عوض شد در تونس همچنین در سودان حتی که بسیار عقب افتاده تر از ایران هست این اتفاق افتاد پس بنابراین در ایران هم خواهد افتاد پس سایبری های میهنی همه باید در این لحظه تاریخی فعالیت خودشون رو بیشتر بکنن از خودتون سوال بکنید هر موقع که انتظار داشتید آمریکا بیاد به شما آزادی بده از خودتون سوال بکنید من برای آزادی کشورم چه کار کردم من برای آینده ی فرزندانم چیکار کردم من چه اقدامی برای میهنم انجام دادم اون موقع است که خودتون وجدانتون بیدار میشه کسانی که هنوز بیتفاوتن که خوشبختانه روز به روز کمتر میشن هر فردی معذف هست در هر جایی آتش به اختیار صحبت بکنه با افراد دیگه آتش به اختیار این یک وظیفه میهنی هست صحبت بکنه با هر کسی که میتونه ازش بخواد که وارد بشه به این کارزار به کارزار جنگ اراده ما در مقابل اقلیت بسیار کمی هستیم که روز به روز اطرافش خالی میشه در ماه های در دو سه ماه پیشرو، رو وضعیت اینها به مراتب بدتر میشه افرادی که بنده مخلص شما که دلار خیلی پایین بود میگفتم نفروشید وضعیت بدتر میشه خیلی خب از طریق رسانه هایی که سه هزار کانالی که داشتند علیه ما صحبت میکردند حالا خیلی به ما زنگ میزنن تماس میگیرن فلانی خیلی ها میگن ممنونیم که به شما گوش دادیم و میبینیم وضعیت ارزی داره چی میشه خیلی ها میگن متاسفیم که به شما گوش ندادیم ما بر اساس داده های اطلاعاتی صحبت میکنیم مشورت پشت این صحبت هاست بدون دلیل نیست اینها دارن به شما دروغ میگن اینها دارن سعی خودشون, میکن... خودشون رو میکنن که از سقوط جلوگیری بکنن ما نباید بذاریم پس این خیلی مهم هست دوستان گرامی این رو داشته باشید یک توضیح خیلی کوتاه بدم در این مورد که خیلی ها بد متوجه شده بودن که من گفتم اینها از گروه های سنی استفاده میکنن ببینید سنی شیعه بقیه از دید بنده هیچ فرقی با هم ندارن جمهوری اسلامی ولی داره از تندروهای هر گروهی استفاده میکنه وقتی که از اهل سنت میگم از تندروهای چشم بسته غیر ایرانی مخصوصا استفاده میکنن تحت عنوان مبارزه با استکبار و فلان اینها رو اجیر کردن بهشون امکانات دادن و آماده کردن برای چنین روزی که ازشون برای حرکت های تروریستی استفاده میکنن این به تحت هیچ عنوان بی یا خدای نکرده حرف زشتی علیه اهل سنت نیست کما اینکه تشیع هم نیست احترام در دموکراسی به همه ادیان مذاهب واجب هست هر کسی عقیدش آزاد هست اگر من اشتباه می کنم خب مسئله نیست اشتباه برای خودمه دین یک موضوع شخصی یک موضوع موضوعی هست بین هر کسی با خدای خودش کسی اعتقاد داره کسی نداره کسی سنیه، کسی شیعه است تحت هیچ عنوان این گونه فکر نکنید که بنده خدای نکرده به کسی بی احترامی کردم نه همچین مسئله ای بوده و نخواهد بود و کسانی هم که اینطوری فکر میکنن لطفا این رو بدونن در حال حاضر این جمهوری اسلامی که میخواد تفرقه ایجاد کنه و از این تفرقه به نفع خودش استفاده بکنه افرادی که در بمبگذاری فجیر بودند در خرابکاری فجیر بودند خب افرادی هستن که خودشون اهل سنتن ولی همه در ایران آموزش دیدن چه کسانی گروه های غیر ایرانی که نمیدونن اصلا ماهیت جمهوری اسلامی چیه افرادی که نمیدونن چیه افرادی که میدونن ولی خریداری شدن اینها هم هستن در بینشون پس بنابراین اینها رو ما اشتباه نگیریم شرایطمون حساس هست. دوستان گرامی کسانی که فکر میکنید صحبت ها و اطلاعاتی که بنده مخلص شما میدم مفید هست لطفا این رو شیر بکنید لینک ها رو برای دوستانتون بفرستید جمهوری اسلامی من نمیدونم از چه راهی اینها اومدن در چه در گوگل چه در اینستاگرام اینقدر ریپورت کردن ما رو اینقدر ریپورت کردن که اگر سرچ بکنن همش کانال های فیک میاد بالا و کانال ما بالا نمیاد برای اینکه کسی نیاد شما لطف کنید اگر مفید میدونید این رو منتشر بکنید در شرایط حساسی هستیم خیلی از مسائل به سرعت اتفاق میفته هممون باید جلوگیری بکنیم از یک فاجعه در کشور به آزادی نزدیک هستیم شک نکنید فقط باید این اراده رو در بین همه مردم ایران تقویت بکنیم پاینده باشید